رضا شاه پهلوی پس از رسیدن به تخت شاهی و به سرگذاشتن تاج تازه ساز سلطنت، به قصد ایجاد تغییرات فرمان به تغییر لباس و کلاه مردم ایران داده و به اجبار زنان ایرانی را علارغم رسوم اجدادی و عقاید مذهبیشان و بی توجه به خواست اغلب مردم مجبور به کشف حجاب کرده، هر گونه مخالفتی با این تغییرات ریشه‌ای را فلفور پاسخ محکم داده، از دوستان و همراهان نیز برای خودش مخالفین و دشمنانی تراشید. این پادشاه تازه به تخت رسیده علی‌رغم میل اطرافیانش همچنان به آداب نظامی که در قزاقخانه آموخته بود پایبند مانده و کم کم به تشریفات دست و پاگیر کاخ و نیز حلقه مترقی نزدیکانش دچار تردید شده، پس از اتمام بنای زندان قصر یکی یکی اطرافیانش را به تبعید و زندان فرستاده، روزگار مخوفی برای اهالی مطبوعات و شاعران مخالف و نیز یاران قدیمی خود فراهم آورد. از آن روز آفتابی که سلطان صاحب قران ناصرالدین شاه قاجار با کلاه شاهانه در مراسم افتتاح اولین خط راه آهن ایران حاضر شده و میل می کند که کمی هم در واگن تازه جلوس کند، 132 سال می گذرد. شاه در دفتر خاطراتش می نویسد راه حرکت کرد، همانطور مثل فرنگستان که گار می ماند و مردم عقب می مانند. گار به زبان فرانسه همان توقفگاه قطار است و البته که آن مهندس فرانسوی که در سال 1265 شمسی امتیاز ساخت راه آهن از صحن حضرت عبدالعظیم به سمت تهران و نیز ترامواگ شهری را به مدت 99 سال از دولت ایران تحصیل نمود، اول بار این نام فرنگی را به کار برده است. در دوره ناصرالدین شاه باز پیشنهاد داده بودن که ما راه آهن می‌خوایم، دلایل عقب افتادگیمون اینه و متو دخالت میکردن. چرا دخالت میکردن؟ بر این که راه آهن به هر حال یا باید شمال جنوب می بود یا شرق و غرب یا هر دو دیگه. اگر شرق و غرب میخواست بشه، خب انگلیس نمیذاشت، عثمانی هم نمیذاشت، چون عتبات دست عثمانی بود غرب ایران، شرق که هند بود، پاکستان که اون موقع نبود، هند بود، دست انگلیس بود. خب میگفتن این راه آهن این وسط کشیده شه که قشونه هر دو طرف راحت میتونن به قلمرو اون یکی حمله کنن. شمال و جنوب هم همین بود، جنوب دست بریتانیا بود، قلمرو او بود و شمال قلمرو روسیه تزاری بود. خب اگه راه آهن می‌خواست کشیده شه، روس‌ها به خلیج فارس راه پیدا می‌کردن. پس باز نمی‌ذاشتن. چرا نمی‌ذاشتن؟ به اینکه ترجیح می‌دادن ایران به عنوان یک منطقه‌ای که توسعه نیافته است و راه آهن نداره و پر از کویر و کوه‌های غیر قابل دسترسه، همین جوری باشه که این امپراتوری‌های متخاصم بزرگ دور ایران راحت باشن از شر هم دیگه. درست که در اون دوره ما از نظر سیاسی ضعیف بودیم، از نظر سیاسی تمدن اینها بله، ولی از نظر سیاسی ضعیف بودیم چون دور قدرت‌های استعماری بود. اما با این حال بالاخره ناصرالدین شاه یه راهن کشید که از تهران بره شاه عبدالعظیم زیارت کنه و برگرده، که به نام ماشین دودی شاه عبدالعظیم معروفه. لابدن در همان زمان رضا خان شاه آینده ایران که در سنین نوجوانی بوده، به رسم تازه مردم تهران در همین گار سوار بر واگن فرنگی ساز شده و به زیارت شاه عبدالعظیم هم رفته است. بیخبر از آن قرارداد بی حاصل که مهندس بلژیکی با ناصرالدین شاه امضا کرده تا بنا به خواست این دولت خط راه آهنی از شهر تهران به سمت خلیج فارس احداث کند.
اما به عادت سالیان اهالی سفارت روسیه این امتیاز را برخلاف منافع دولت مطبوعه دانستند و به جد برای لغو آن تلاش کرده و البته که چون همیشه برنده از میدان بیرون آمدند. گرچه با مجوزات آن دولت بالاخره خط حضرت عبدالعظیم تهران در سال 1267 شمسی به دست ناصرالدین شاه افتتاح شد تا شاید اندکی از میل تازه به ساخت راه آهن را فرو بنشاند. چند سال بعد اما احمد شاه قاجار هم که بنا به خواست سفارت فخیمه بریتانیا در حال مذاکره برای ساخت خط آهنی از قفقاز تا خلیج فارس بود، خیلی زود از مخالف خانی های همیشگی طرفداران دولت روسیه با خبر شده و بنا به اقتضای شخصیت صلح جویش به کل از ادامه کار دست کشید. پس دولت روسیه که طرح تازه را خطری مهلک جهت دسترسی به مرزهای این کشور تشخیص داده بود، جهت دلخوش کردن پادشاهی قاجار وارد عمل شده با کمک بانک استقراضی ایران که توسط همین دولت تأسیس گردیده، خطی به طول 16 کیلومتر از جلفا به تبریز ایجاد کرده و نیز قول ساخت راه آهنی از جلفا به روسیه را به دولت ایران داد. سپس مقارن با شروع جنگ جهانی، این دولت خط دیگری در نزدیکی مرز بازرگان احداث کرد که حدود 150 کیلومتر آن از خاک ایران گذشته و گویا جهت نقل و انتقالات سپاه روس و فقط در جهت منافع پادشاهی تزاری ساخته شده بود. اصلا تازه شما نکنید، همیشه بریتانیا دنبال این بود که راه آهن از جنوب ایران یعنی از بلوچستان بره به سمت در واقع بصره، اصلا راه آهن بصره از دوره قاجار دنبال این راه آهن بودن، چون هند و این که میخواستن بصره در واقع خلیج فارس که کالاهاشون رو بتونن مثلا این ارتباط ادامه جاده راه خشکی ابریشم که از هند بیاد و بره به سمت دریا، این چند چیزه اصلا بود دیگه تو دوره صدارت امینالسلطان. و جالب اینجاست که امینالسلطان مثلا گفتش که اصلا همچین راهنی کش مثلا کشته بشه، جنازه ایرانیا فقط مسافرش هست که میره به سمت عتبات عالیات، چون اون موقع ایرانیا به سبب جنازه هاشونو میبردن توی وادی سلام نجف اشرف خاک کنن. امیر سلطان گفتش این راه هیچ سودی برای ما ایرانیا نره به غیر از اینکه جنازه ها رو ببره. اما بالاخره انقلاب بلشویکی روسیه و شروع جنگ جهانی اول و البته هجوم ارتش انگلیس به جنوب ایران و نیز استقرار سپاهیان روسیه و عثمانی در شمال و قحطی بزرگ و آنفولانزا و مرگامرگی سوغاتی سربازان مهاجم، هر گونه عملیات احداثی و عمرانی را در این مرز و بوم به تعویق انداخته و ساخت راه آهن را به رویایی دور تبدیل کرد. مدتی پس از آن نیز ناکارآمدی دولت احمدشاه و نیز قصد سیاسیون بریتانیایی جهت ایجاد یک حکومت مقتدر اما تحت الحمایه در نزدیکی مرزهای کشور هندوستان به روی کار آمدن پادشاهی تازه منجر گردیده و سپس در همان سال نخست تاجگذاری رضا شاه طرح ساخت راه آهن سراسری با به میل دولت فخیمه به مجلس شورای ملی رفت. اما طرح تأسیس راه آهن حتی در دوره‌ای که تعداد موافقان نظر رضا شاه به منتقدینش میچربید، اظهارات مخالفی نیز در پی داشت. یکی از مهمترین منتقدین این طرح، دکتر محمد مصدق، نماینده مجلس پنجم شورای ملی بود که دو مسئله مهم
درباره ساخت این خط آهن طویل از جنوب به شمال را مطرح کرد. نخست، اگر طرح احداث راه آهن با نیت و هدف سیاسی و نظامی نیست و تنها از نقطه نظر اقتصادی موضوعیت دارد، باید دید راه آهنی که می‌کشیم فایده دارد یا نه. راه شوسه مطابق برآوردی که وزارت فواید عامه ارائه کرده حدود 45 میلیون ریال خرج دارد، اما این مبلغ برای 17021 کیلومتر و کلیه راه‌های کشور است و حتی اگر راه آهن نیز احداث شود، باز کشور را از ساخت خطوط شوسه بی‌نیاز نخواهد کرد. از سوی دیگر امروز اگر کسی بخواهد به ایران بیاید، راهی لازم است که اروپا را به آسیا متصل کند. حالا اگر ما بخواهیم راه آهن را به مسافران اروپایی و مال و تجاری آنها کرایه بدهیم، باید طوری باشد که از غرب به شرق برود، ولی راهی که در این نقشه معین شده برخلاف مصالح اقتصادی است. البته دکتر مصدق به غیر از این یه نظر دیگه هم داشت که ما بیش از اون که به راهن اهمیت بدیم، باید مسیر در واقع غیر ریلی رو گسترش بدیم، چون ایجاد شغل بیشتری میکنه. یعنی این اول اولویت با جاده خاک مثلا جاده آسفالت و اینها هستش، غیر ریلیه، و بعد راهن. راهن هم این مسیر رو باید طی بکنه. بنابراین این ولی توی ذهن برخی از سیاستمدارا، از جمله استاد تیمورتاش، که ما بایستی مسیر تجارتمون رو ببریم به سمت در واقع بین روسیه و ترکیه، و تا حدودی این اتفاق افتاد توی دوره‌ای. مثلا شما نگاه کنید، این رابطه تجاری ایران و آلمان به حدی گسترش پیدا می‌کنه که به بندر هامبورگ میگفتن بندر ایرانی. به قول دکتر مصدق، در سال 1306 آخرین دوره‌ای که نماینده مجلس بود در دوره رضا شاه، اول خیلی اصرار کرد که آقا جان این کار رو انجام ندید، این سرمایه‌گذاری رو نکنید، این غلط بد خوب نیست، زیانباره. آخر سر در رأی گیری صراحتاً خطر رو به جان خرید، چون هر کس این لفظی رو که الان دارم میگم رضا شاه به مصدق به کار برده بود، علیه رضا شاه به کار می‌برد، محکومیت مرگ در انتظارش بود. گفت هر کس به این لایحه رأی بده خائن به ملت ایران. به هر جهت علارغم این مخالفت ها با ساخت خط آهن، این طرح در ششم اسفند سال 1305 با رأی اکثریت تصویب شد. شاه پهلوی که برعکس شاه سابق ذره ای به نظر مخالفین این طرح ارزش نمی گذاشت، برخلاف نظر مهندسین و اهل فن که ساخت راه آهنی از شرق به غرب را به صلاح مملکت می دانستند، کار ساخت راه آهنی را با همان نقشه 20 سال پیش مهندسین انگلیسی آغاز کرد. گفتنی که در ساخت این خط بلند آهنی که یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی و اقتصادی دوره رضا شاه محسوب می‌شد، به معدود تحقیقات هم توجه نشد. جالب این بود که در طرح مهندسینی که زیر نظر شخص رضا شاه نقشه حرکت راه آهن را طراحی کرده بودند، این تنها خط آهن ایران از شهرهای پر اهمیتی چون اصفهان، یزد، شیراز، کرمان، مشهد، تبریز، همدان و کرمانشاه نمی گذشت و حتی به مرز زمینی ایران و عراق و یا مرز بازرگان و یا حتی مرزهای زاهدان با هند و افغانستان نیز متصل نمی شد. 1400 کیلومتر جاده بسازید، مگه امریکا که از صحرای نوادا و تگزاس بگذره بره کالیفرنیا 2000 کیلومتر توی صحرا و بیابان بره؟ ایرانه، فاصله 1400 کیلومتر از این شما جا تا اونجا. چرا یک شهر سر راش نیست؟ فقط تهران. این راه آهن آیا نباید در کنار شهرهای بزرگ ایران رد بشه؟ اگر واقعاً در اون زمان ما نیاز به راه آهن داشتیم، این راه آهن به نظر من
میبایستی بین شرق و غرب ایران تقسیم، یعنی به نظر که تمام واردات و صادرات ما هم تو همین زمین است. این راه اند 220 تا تونل داره میدی جان، 90 خو اندیش فقط از گرمسار هست تا شیرگاه، یعنی توی 200 کیلومتر حدود 100 تا تونل، تو 1200 کیلومتر حدود 120 تا تونل. چرا؟ چون از 1300 این شروع کرده بود تصرف زمین های مازندران. بسیار در مورد راهن، از سال 1895 تا 1925 در طول 30 سال سه گروه کنسرسیوم راه آهنساز برای ساخت راه آهن در ایران مطالعاتی انجام دادن. هر ستاشون تأکید داشتن برای اینکه راه آهن در ایران باید شرقی غربی باشه. مناطق شیرنشین ما به طور عمده در شرق و شمال و اینها معمولا به زیارت می‌رفتن. این یک. دو، کالاهایی که در کالاهای تجاری در غرب خیلی بیشتر از شرق بود، پس بعد از جا بزرگ شرق می آمد. از شمال به جنوب چی نقل و انتقال می شد؟ همین الان در جهان نگاه کنید، کالا در گردش کالا و گردش مسافر شمالی جنوبیه یا شرقی غربیه؟ یعنی شما از قطب شمال به قطب جنوب سفر می کنید، مدارات رو دور می زنید، دست و نارا رو دور نمی زنید. هنوز هم که گردش کالا و مسافر در جهان در حول خط استوا است. راه آهنی که کشیده میشه در واقع تامین کننده، البته نمیخوام بگم برای جنگ جهانی دوم، میخوام بگم تامین کننده منافع انگلیس. خطی که رضا شاه مایل بود بر نقشه ایران کشیده شود، برخلاف آن نقشه های قبلی، به جای آغاز شدن از شهر خرمشهر از بندر تازه احداث شاهپور شروع شده و با گذشتن از کل سرزمین خوزستان به اهواز می رسید. البته این خرج مضاعف و دردسر بزرگ در آن برهه زمانی سخت بیشتر به جهت اصرار سیاسیون بریتانیا بر دولت ایران تحمیل گردید، زیرا اهالی سفارت فخیمه قصد داشتند از بندر بزرگ شاهپور در جنوب به راحتی به مرزهای شمالی ایران با کشور روسیه دست پیدا کرده و همزمان دیگر نیروهای اروپایی را از مرزهای هندوستان دور نگه دارند. راه آهن برای این نبود که برای جنگ جهانی دوم ساخته بشه، چون نه اروپا فکرشو میکرد به جنگ جهانی دوم میرسه، نه اگر هم فکر میکردن یه همچین اتفاق میخواد بیفته هیچ موقع اروپایا حاضر به این همه کشته در جنگ جهانی دوم نمیشودن. 50 میلیون انسان کشته شدن تو جنگ جهانی دوم. اگر انگلستان و فرانسه و شوروی و اینها آمریکا میدونست یه همچین اتفاق میفته که اصلا اجازه به هیتلر نمیدادن انقدر رشد بکنه، همون اول این نطفه رو خفه میکردن. پس این نیست که ما بگیم راه آهن ساختن برای اینکه جنگ جهانی دوم منافع تامین بشه، اما راه آهن ساختن که منافع انگلستان تامین بشه درست. این در ذهن هیچ فردی نمی گنجید که دو تا ایدولوژی متضاد، یعنی بریتانیا و شوروی، اون سرمایه‌داری و اون کمونیستی، به اتحاد برسن. یعنی اصلا در ذهن هیچ کس نمی گنجید. مراسم کلنگزنی احداث این خط آهن در سال 1306 شمسی و در جنوب تهران در نهایت شکوه برگزار شد و در این مراسم خیلی از آنان که مخالف ساخت راه آهن از بندر شاهپور به بندر شاهی بودند، علی رغم میل باطنی حضور به هم رسانیده و در مقابل شاه کرنش کردند. این پروژکت عظیم به قول مهندسین بریتانیایی شأن و اعتبار بیشتری نسبت به برنامه‌ها و نقشه‌های دیگر چون ساخت جاده‌های شوسه یا احداث کارخانجات برای حکومت به ارمغان آورده و توان پادشاهی رضاخان را در چشم حاکمان سرکوب شده‌ای چون
شیخ خزعل خوزستانی که در مراسم کلنگزنی نیز حضور داشت صد چندان جلوه می داد. من یه سوالی بکنم، خواهش بکنم روش فکر کنید، صنعتی ترین و پیشرفته ترین کشور صنعتی آفریقا کدوم کشوره؟ خدا پدرت بیامرز. چه رژیمی این صنعت رو، این پیشرفت و ترقی رو ایجاد کرد؟ بله دیگه عزیزم، رژیم آپارتاید. یعنی توسعه و ترقی صنعتی آفریقای جنوبی مدیون رژیم ضد بشری آپارتاید. تو میتونی از این بابت این رژیم جنایتکار ضد بشری رو از بابت اینکه تعداد زیادی کارخونه احداث کرد، تعداد زیادی از معادن رو فعال کرد، تعداد زیادی سد ساخت، ستایش کنی و بگی رژیم ضروری بود؟ نه، چون اون کارخونه رو واسه خودش ساخته بود، اونا بردگانش بودند. درست مثل روم، مثل یونان. اون دموکراسی که در یونان وجود داشت در 2500 سال پیش دموکراسی بود بر شانه های 400 هزار برده که در بالای این شانه ها 90 هزار آزاد زندگی میکردن. یعنی 4 برابر آزادان یونان آتن برده وجود داشت. یعنی 500 هزار انسان بیگناه برای 80 هزار نفر، 90 هزار نفر جان میدادند. تو نمیتونی اون رژیم رو رژیم برجسته و ترقی خواهان معرفی بکنی. در مطالعه تاریخی برای دموکراسی آتن احترام قائلی، اما وقتی میخوای بگی آلا آیا میشه این رو اقتباس کرد، الگو قرار داد، 100% نه. اما سیاستمداری اهالی سفارت بریتانیا در ایران باعث شد که برعکس دفعات گذشته، خط آهن شمالی جنوبی ایران بدون پرداخت یک لیره توسط دولت مطبوع ایشان ساخته شود. هرچند دولت ایران برای حل مشکلات مالی این برنامه عظیم مجبور شد به مالیات قند و چای که از ملزومات سفره ایرانی بود متوسل شود و بار را بر دوش خلایقی بگذارد که کمترین اطلاعی از دلیل ساخت چنین خط آهن بزرگی نداشتند. بر اساس مطالب و اسناد از مالیاتی بود که 1 ریال 2 ریال بر قند و شکر اضافه شد و هزینه های خط آهن تامین شد در کشور. در همه دنیا راه آهن رو یا شرکت ها یا دولت با عایدات خودش میسازه یا به شرکت های خصوصی میده که بسازن. این دولت داره از جیب مردم در میاره، 12 تا انحصار ایجاد کرد دیگه. فقر و فلاکت مردم ایران در فاصله 1307 تا 1320 مثال زدنی است. ما بسیار رو میشستیم در فاصله 1315 تا 1320 قند نخورده بودن، چای نخورده بودن، بسیار رو میشستیم. نوشتن تو خاطراتشون، از جمله آقای به اسم عزت الله باقری تو خاطراتشون از کارگران اصفهانی بود، گفت من از سال 1318 تا سال 1320 21 قند نخورده بودم. خط به یکی از بستگانمون بعد از 3 سال من قند و چای خورد. بالاخره پس از مجادلات بسیار، اما کار ساخت این خط آهن با هزینه اولیه 288 میلیون تومان و کار شبانه روزی هزاران هزار کارگر و کارمند آغاز شده و 12 سال نیز به درازا کشید. طراحی زیبای لاویس لاووس فون رابسوویچ، مهندس اتریشی برای ساخت پل ورسک یا همان پل پیروزی، خیره کننده ترین بخش این طرح عظیم است که گرچه خرج بسیاری به گردن ملت ایران گذاشته و باعث کشته شدن نزدیک به 1000 کارگر در کوههای البرز شد، اما به قول همان مهندس اتریشی
یکی از فتوحات باور نکردنی علم مهندسی در جهان به شمار آمد و برای سازندگانش همان پرستیژی را آورد که به خاطرش به تمامی مخالفت‌ها و نظرات کارشناسان پشت کرده بودند. اما از حرکت پیشبینی ناپذیر کوکبان بخت، همین بس که یک سال پس از به حرکت در آمدن این قطار در دشت ها و کوه های ایران، آتش جنگ دامن این سرزمین را گرفت. مرزهای شمال و جنوب مملکت توسط متفقین اشغال شد و همین خط آهن یکی از علل مهم اشغال سرزمین ایران علارغم اعلام بی‌طرفی دولت گردید. واقعا در سال 1119 و در شهریور 20، در بین 19 و 20 کشور یک التهابی داشته باشه، نیروی نظامی که این همه سال روش سرمایه گذاری شده بود، به هر حال نیروی نظامی حداقل شکیلی تشکیل شده بود، متحد و شکل بود، به قولی آموزش دیده، تبدیل شد، در ظرف چند ساعت نابود شد و از بین رفت و کشور به دست بیگانگان افتاد. و اینکه واقعا مثلا مردم تهران یا مردم شهرهای مختلف بدبخت ها وسط خیابون یهو دیدن که مثلا سرباز انگلیسی داره راه میره، این چه خیلی حس بدی داره واقعا. یعنی شما فکر کنید مثلا کشور در وسط پایتخت آمریکایی و انگلیسی و مثلا روس شوروی دارن رژه میرن، خب خیلی حس بدی داره، آدم احساس میکنه اصلا کلا اون هیمنه ملی شکسته میشه، خیلی واسه آدم دردناکه. هیچ کس فکر نمیکنه که این راهنی که چیزه بعدن وسیله‌ای بشه برای کمک بریتانیا به شوروی که آذوقه و اسلحه اینا رسونده بشه در مقابل نازیسم هیتلری. اصلا انگلستان فکر نمیکرد روزی در جنگ جهانی دوم کنار استالین بنشینه، چون اینا از اول با هم مخالف بودن. تفکرات سرمایه‌داری کجا، تفکرات سوسیالیستی کجا؟ حالا اینکه در جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل کنار استالین مینشینه، این نیاز روزگاره. پس کشور ایران پل پیروزی متفقین شد و نام پل ورسک نیز در مکاتبات و نوشتجات مربوط به جنگ جهانی دوم برای همیشه ماندگار شد. شاید 50 سال پس از آن روزی که ناصرالدین شاه در روزنامه خاطراتش درباره حرکت قطار نوشته بود، مردم و موزیکانچی و سرباز در گار ماندند و ما رد شدیم در کمال خوبی. گفتنی که نوشتجات این روزنامه خاطرات برعکس مطبوعات درباری دوره ناصری، حقایق را هرچند یک طرفه و به نفع نویسنده، اما با صراحت و حتی شیرین بازگو می کند. البته که حضور چنین نوشتجاتی در مطبوعات ایران بسیار کمیاب است تا زمان ظهور مشروطه و ایجاد روزنامه‌جات و مطبوعاتی متنوع و متکثر که حتی به جرأت در مذمت شاه ایران هم می نوشتند. این نویسندگان و مطبعه‌چیان در زمان آخرین پادشاه قاجاری به بالاترین درجه آزادی رسیده و در کمال سهولت از خواسته مردم سخن گفتند، زیرا احمد شاه علارغم بی‌علاقگی به کشورداری، چون شاه مشروطه‌ای حقیقی در مقابل نویسندگان صبوری کرده، هیچگاه برخورد شدیدی با نشریات و نویسندگان نکرد. اما جبر زمانه و شاید همان سازشگری و البته بخت نچندان بلند، کلاه شاهی را از سر احمد شاه انداخته به سر همان سرباز مسممی گذاشت که برخلاف شاه جوان نه مخالفتی با تحت الحمایه شدن ایران داشت و نه آراء مخالف را تحمل میکرد. ببینید، خب بچگی من دوره سلطنت رضا شاه بود دیگه، من اون موقع بزرگ می شدم. اون چی که خانواده برداشت می کرد، یکی ترس بود،
برای اینکه صحبت نکنن در خانه یه چیزی بگن، چون تصور میرفت که مستخدمین خانه بعضی هاشون مفتشن خبرچینن. عموی مادر من رو به قتل رسوندش، میدونید خانواده مادر من خب از مرتبط بود با قاجاریه، بنابراین اینا تحت نظر بودن و کلن یه ترسی بود، یعنی ربطی هم فقط به خانواده من نداشت، اصولا کسی صحبت نمی کرد، یه حالت این بود که انتقادی لااقل نکنن. تا سال 1299 و در زمان حکومت احمدشاه قاجار در سرزمینی که حقیقتاً بدون پادشاه اداره می‌شد و به خاطر جنگ و قحطی و مرض در بدترین شرایط به سر می‌برد، حدود 540 نشریه منتشر می‌شد. گرچه در اسفند 1299 بعد از آن کودتای زمستانی بر کاغذهایی که به دیوارهای برف گرفته خیابانهای تهران چسبانده شده بود، علاوه بر آن جمله مشهور من حکم میکنم، بند چهارمی نیز بر دیوار بود که چاپ تمام اوراق مطبوعه را به کلی موقوف میکرد. حکمی که بختکوار بر تب داغ مطبوعات آزاد مشروطه چیان افتاد و زمانه را به دوران همان شاهی بازگرداند که تنها به یک روزنامه اجازه چاپ می داد. اما درست پس از افول کوکب چند روزه سید ضیا و به قدرت رسیدن رضا خان هم بود که مطبوعات بزرگترین ضربه را خورده یا به کل طرفدار سردار سپه شدند و یا از صحنه روزگار محو گردیدند. پس نویسندگانی چون میرزاده عشقی یا محمد فرخی یزدی که عمری با استبداد جنگیده بودند، طعم مرگ را چشیده یا ترور شدند و مراسم این یکی به تظاهراتی علیه خفقان تازه مبدل شد و آن یکی هم بیگور و مراسم به خاک سرد سپرده شد. گفتنی که اگر مطبوعات دوره مشروطه به خواست ملت می نوشتند و تنها موضوع تک روزنامه دوره ناصرالدین شاه شرح وقایع باب میل شاه ناصری بوده، مطبوعات در اوایل قرن و در زمان رضاخان به سمت تبلیغات حکومتی رفته و حتی گاه به اجبار از رضاخان و حلقه اطرافش شخصیتی بی همتا ساختند. ولو اینکه بسیاری از این قهرمانان بی همتا خیلی زود به پایان سلام کردند، پایانی که به واقع در شهریور 1320 رقم خورد، 3 سال بعد از افتتاح آن راه نجات، به گفته روزنامه چیان طرفدار رضا شاه که نجات وطن را در دست یک سواری چون رضا شاه می دیدند که تحمل شنیدن هیچ کلام مخالفی نداشت. ما می خواهیم ببینیم رضا شاه با مطبوعات چه رفتاری می کنه. از سال 1304 تا سال 1312 روشنفکران، منورالفکرها، طرفداران صاحب قلم رضاخان، کسانی که او را منجی ایران معرفی می‌کردند، کسانی که او را دیکتاتور مصلح معرفی می‌کردند و اصلا می‌خواستند همچین دیکتاتوری شکل بگیره، کسانی که او را مشت آهنین می‌دانستند و در روزنامه هاشون خیلی تمجید از رضا خان کردن، از سال 1112 به بعد کم کم متوجه شدن که هر کاری، هر قلمی، هر واژه‌ای، هر عبارتی اگر بخوان بنویسن باید به پلیس امنیت یعنی همون شهربانی مراجعه کنن، اگر واژه‌ای مخالف دولت و انتقاد از شخص پادشاه باشه سردبیر به در واقع کارش به کرام الکاتبینه. یکی از اون شخصیت ها مثلا سردبیر روزنامه حیات نو، فردی بود به نام فلسفی، این سردبیر در این روزنامه انتقاد کرد
در میدان امام خمینی، حالا توپخانه سابق، میدان توپخانه سابق، رضا خان در مقابل دفتر این روزنامه این سردبیر رو با چک و لگد لهش کرد. کاری کرد که فک سردبیر شکست، دندوناش هم تو دهنش قورت شد. روزنامه طوفان، سردبیرش فرخی یزدی بود، شاعر معروف. این هنوز تو حال و هوای مشروطیت بود، دوران بعد از پادشاهی رضا شاه، ولی این هنوز تو حال و هوای مشروطیت و حقوق مدنی و آزادی بیان و اندیشه‌های این چنینی. روزنامه‌شو تعطیل کردن. در سال 1308 دوباره روزنامه رو راه انداخت به نام طوفان نو. گرفتندش، ولی تونست خلاصه از حبس بیرون بیاد و رفت به آلمان. خلاصه با وساطت تیمورتاش فرخ یزدی به ایران اومد و اومد و دوباره شروع کرد به نوشتن و مطالب و انتقاد و اینها. زمانی که تیمورتاش دستگیر شد و کشته شد، این پشتوانه از فرخ یزدی برداشته شد و میدونید که در زندان قصر لبهاشو دوختن. بعدم که با آمپول هوا، بعد از شکنجه که شد، با آمپول هوا فرخ یزدی هم کشته شد. اما همان روزنامه جات و همان رادیویی که قرار بود وسیله‌ای در دست حکومت برای پرورش افکار به اصطلاح مترقی به خلایق معمولی و مبارزه با مخالفین حکومت باشد، در آن شهریور به یک باره خبر استعفای رضا شاه و اشغال کشور ایران توسط متفقین را اعلام کرد. خبری که به واسطه آن کوکب بخت رضا خان از عرش به فرش رسید. البته که به محض غلاف گشتن تیغ شهربانی رضا شاه، باز هم نویسندگان و متفکران شروع به نوشتن از اختناق سالهای گذشته کرده و خواستار محاکمه بانیان این سیاهی بی‌تمام شدند. آزادی کوتاهی که باعث احقاق حقوق از دست رفته بعضی خرد مالکان شده، بعضی زمین‌های آبا و اجدادی را به کشاورزان برگردانده و گاه هم خبری از گوری مخفی به مادری داغ دیده رساند. می‌خواست که به عنوان رهبر بشناسنش. خاطر همین تو ذهنش نمی گنجید یه چیزی مثل حزب و این مسائل. جالب اینجاست که تیمورتاش توی یکی از نوشته‌هاش، یعنی مکاتباتش، که میگه که اعلیحضرت نظر خوبی به حزب نداره. به خاطر همین هم هست که ما می‌بینیم که حزب ایران نو وقتی تأسیس میشه، همین رضا شاه این حزب رو اصلا بعد مدتی برمی‌چینه، در حالی که حزب ایران نو میگه که زیر ریاست عالیه پادشاه عظیم‌الشأن رضا شاه. بر اساس همین نگاه بدبینانش به حزب هست که بعداً احمد متین دفتری سازمان پرورش افکار وقتی تأسیس میکنه میگه در به تقلید از حزب خلق ترکیه این کار رو کردم، ولی اسم حزب روش نمیذارم، با اینکه بعضی کارکردهای سازمان پرورش افکار کارکردهای حزبیه، ولی به خاطر اون بدگمانی که داشت و اون نگاه بدی که به نهادهای مدرن مثل حزب و اینها داشت، به یک آسیب براش در هم سلطنتش و هم میراث سلطنتش تبدیل شد. در واقع جمع‌گرایی باشه که این جمع‌گرایی در نتیجه برسه به پرستش یک فرد که اون فرد خود رضا شاه بود. مثلا سازمان پرورش افکار، شما وقتی شعاراش، اهدافش اینا میخونید، اینه که جامعه به اصطلاح بره به سمت جمع‌گرایی. اصلا اهدافش اینه که ایران گذر کنه از فردگرایی به جمع‌گرایی، ولی این جمع‌گرایی در خدمت یک فرد و اون شاه. به خاطر همین شعار سازمان پرورش افکار میشه خدا شاه میهن. شاه هم ردیف خدا و میهن میشه و این تبدیل میشه به ضد خودش، یک آسیب میشه. شما جمع رو میخوای در خدمت یک فرد، میشه استبداد فردی.
اما یکی از راه‌های شوسه که به خواست رضا شاه احداث شد، جاده چالوس بوده که پیش از این و در زمان ناصرالدین شاه توسط مهندسین اتریشی تعریض شده بود. بعضی از مورخین گفتند که شاه تازه به امید دستیابی بهتر به املاک شمالیش این راه را بنا کرد. به هر جهت در طی جنگ ملل اول و نیز در قضیه سرکوب مبارزین جنگل، دولت بریتانیا برای تردد و انتقال ادوات در مسیر گیلان نیاز به ساخت راه پیدا کرده و دولت رضا شاه را به تعریض و ساخت چنین جاده‌هایی ترغیب کردند. دو شرکت سوئدی و دانمارکی سازندگان این راه را هدایت کرده و عملیات اجرایی ساخت این جاده پرپیچ و خم از محل عایدات قند و شکر و چای در سال 1310 آغاز شد و سالها ادامه یافت. مطمئنی هست جاده چالوس رضا شاه ساخته؟ ناصرالدین شاه ساخته. موسیو کاسکرخان اتریشی سازنده این جاده است. چرا به اسم رضا شاه؟ تعریضش کرده. پدرم همیشه میگفت پسرم، من از خط مخصوص که رد میشدم، خدای خط مخصوص کدومه؟ میگفت همین جاده چالوس دیگه. هرچی میگفتم بابا جان، آقا جان، آخه چرا خط مخصوص؟ نمیدونست. شما دو تا خط مخصوص تو ایران دارید، یکی جاده مخصوص کرج، یکی هم جاده مخصوص کرج به چالوس. این مخصوص یعنی چی بچه؟ یعنی مخصوص اعلی حضرت. جاده تهران به شمال از همین جاده‌ای که الان دارن اتوبان رو میکشن، اتوبان شمال به تهران، از همینجا میگذشت. یعنی میرفت امامزاده داوود و بعد میرفت کله کیله شهرستان و از اونجا میرفت گچسر و میرفت کندوان و میرفت چالوس. کی ساخته این رو؟ در دوره ناصرالدین شاه موسیو کاسکرخان. رضا شاه از جمله کارهایی که کرده بودیم که تمام املاک خالصه منطقه شهریار و جنوب کرج رو مالک شد، تصاحب کرد. منتها این املاک قیمتی نداشتند، این باید قیمتی میشد. برای اینکه این زمینا قیمت پیدا بکنه، جاده چالوس رو که از همین شهران حالیه میرفت امامزاده داوود و میرفت پایین تغییر داد، بردش کرج. به خودی خود 35 کیلومتر بهش اضافه کرد، 20 کیلومتر هم اونجوری اضافه کرد 50 کیلومتر. جاده ای که کلن بود مثلا 130 کیلومتر شد نزدیک به 180-190 کیلومتر. و بعد هر کسی هم میخواست از این جاده رد بشه باید میرفت از شهربانی جواز میگیره. هیچ کسی حق نداشت از اینجا دوبور کنه، جاده مخصوص اعلی حضرت بود. یکی از مهمترین بخش‌های این راه تونل کندوان است که به دست طراح اتریشی پل ورسک ساخته شده و ساخت آن هزینه زیادی برای دولت ایران داشته است. تنها تونلی هم که زد سال 1317 تونل کندوان بود، اونم نه به خاطر مردم، خودش از اون رد میشد. سال دو بار سه بار از اون رد میشد. برای احداث اون تونل ما صدها کشته دادیم. یعنی اون تونلی که میگن یارو یک سال ساخت، صدها کشته دادیم. جاده رشت چه ربطی به رضا شاه داره؟ همین جاده رشت، همین جاده که الان شما دارید، این جاده سال 1275 هجری شمسی به پایان رسید به وسیله کمپانی بیمه بندر و جاده انزلی به قزوین، یک کمپانی روسیه. در دوره رضا شاه بخشش رو عوض کردن، گردنه ملا علی رو حذف کرد، گردنه خرزان رو حذف کردن، آوردن تو گردنه ملا علی. جاده قزوین به همدان، همین جاده که الان هست، نه اتوبانا، این روسیه. جاده عشق‌آباد به مشهد روسیه، جاده تهران به مشهد روسی، بلژیکی انگلیسیه،
جاده تهران به جنوب انگلیسی مال کمپانی لینچه، جاده مشهد به زاهدان جاده انگلیسی روسیه، جاده تبریز به جلفا روسیه، جاده آستراب به اردبیل روسیه. پس از شما کدوم جاده رو ساخته؟ املاک رضا شاه اما به یک باره به صاحبان حقیقی آن باز نگشت. خیلی از این زمین ها و اراضی مثل همان زمین هایی که زیر خط آهن خفتند و آن بخشی از املاک که سند و مدرکی محکم پسند برای بازگرداندن به مالکان نداشتند در تملک حکومت و میراثداران شاه باقی ماندند. اما آن آزادی کوتاه به مردم معمولی و نیز اهالی مطبوعات و نویسندگان و ادیبان و اهالی سینما و دیگر کسانی که به سختی زیر تیغ تیز افسران رضا شاه نفس می کشیدند، آن آسمان آبی ژرفی را نشان داد که البته تنها چند سال انگشت شمار بر جای بود و باز هم جای خود را به تاریکی خفقان آور دیگری داد. تاریکی مستدامی بر زندگی خلایق و نیز تصویر آن مردم و خرد مالکانی که با اسناد قدیمی خود در پشت دیوارهای دادگستری صف کشیده بودند و ادعا می کردند که ثبت موجود دولتی با اسناد مالکیت آنها برابر نیست.